بهتر شده؟ مثل بید داره میلرزه. جلوی چشمش امجد با تیر زدن. معلوم نیست چه بلی سرش آوردن. نمیدونم این مصیبت چی بود و چطور رو سرمون آوار شد. این آتیشیه که اسماعیل به جونمون انداخته. بازم خدا رو شکر عقل کردم گلنار رو از بیراه فرستادم، وگرنه همون لحظه اول بند آب داده بود. برای من گلنار و فیروزه فرقی نمی کنه. چه یه مو از سر گلنار کم بشه یا فیروزه، یا هر کدام از این امانتی های مردم که تو این امارت ندیمه و خدمه هستن، هیچ فرقی نمی کنه. پای آصف به این امارت بازشه، معلوم نیست چه بلایی به سر همه اینا بیاد. حالا چاره چیه خان؟ به مهربان بانو بگو با سلیمان و چند تا تفنگچی به اندازه نیمی از افراد آصف از مطبخ آذوقه بگیرن و روانه کنن. نمیخوام بعدن بگم تقی خان حرمت مهمان و غریبه رو نیگر نداشته. چشم. نه نه، نمیخواد این وقت شب تو بری بیرون، خودم میرم مطبخ. بهتر نیست با این حالتون استراحت کنین؟ میخوام برم با میرزا رضا صلاح مشورت کنم، ببینم اون چی میگه، پشت این قضایا چی میبینه. خدا خودش بخیر کنه. این قائله تازه داره شروع میشه. منم از این ماجرا بوی خوشی نمیشنفم. تو میگه چی کار باید بکنیم میرزا؟ گلنار رو باید از اینجا ردش کنیم بره. کاش این امر فعل شدنی بود. همه بهونه‌شون از این آمد و رفت خواستگاری از گلناره. هرچند شک ندارم این حرف و کلوم فقط لقلق زبونشونه. پاشون برسه به این امارت، فعل و حرفشون میشه یه چیز دیگه. باید عقل مدار باشیم که از حق دستشون ندیم. آصف میرزایی که من میشناسم عقل و اخلاق براش باد هواست. میترسم میرزا، میترسم آصف میرزا نوش جان بفرمه. گوارای وجودتون. شازده اگه امری داشتن من در خدمت. با اجازتون. اسمش مهربان بانو هم معلومه. از قدیم الایام تو دم و دستگاه تقی خان بوده. بله. حالا مهمتر از اون اینه که نهان و پنهان این خانواده خبر داره. لطفا کرم تقی، اگه برای ما تأخیر داشت برای تو بد نشد. شغل من ایجاب میکنه که با هر قسم آدمی نشست و برخواست داشته باشم. جازه نه نه
البته همچین مراوداتی خوش سلیقگی میخواد که خدا رو شکر تو خوب داریش. آقا نمیدونم با ما چرا اینجوری تا میکنه. در دلتو برای بقیه باز میکنه. با دل این جماعت نصفان گاهی از اوقات میشه در و دروازه رو با کرد که هیچ کلیدی بازش نمیکنه. در این دروازه رو باید به زور باز کرد. اگه به من باشه خاک اینجا رو توبره میکنم، نامر از خلقوم تقی میکشم بیرون. اگه فقط قرص گیر آوردن نامه بود، هزار راه میشد رفت. اما وقت اما چی؟ تو خودت تغییر رو بهتر از من میشناسی شازده. کل پول مملکت خزانه دستش بوده، یک نفر حتی یه پاپاسی نتونست ازش ناراستی به دست بیاره. با این آدم اگر از در دوستی وارد شیم بهتر از در دشمنیه. باشو از در دوستی در میای؟ از در دوستی در میای؟ اسلحه رو میگیریم بالا سرش، این یه دوست نامه رو میاره میده بهمون. اسلحه رو میگیریم بالا سرش، دو دستی نامه رو تقدیم ما میکنه. با این سپاه یعجوج مأجوج از یک کلبه نمیشه حفاظت کرد. وقت میخواییم با زهر مار خانوم باید پاچه را بذاره. غذا نمیخوری؟ میل ندارم. اسم طاووس الملوک که پیش تقی آوردم تنش لرزی. وقتی با آوردن یک اسم تنش به لرزه، قطعا تو دلش آشوبه. تقی لرزید. تقی و طاووس برگردیم رشت. چی گفتی؟ عرض کردم برگردیم رشت. انشالله هر چه زودتر خوب میشی. نگران نباش. خدای بزرگی کمتون نکنه خان. کشیکچی‌ها نگفتن کی و کجا رفتن؟ قدغن کرده بودم که درو باز نکنم. میگن نصف شب یه سر و صدایی شنیدن، بعد دیگه هیچ، نه پیغامی نه حرفی. آصف همینجا خودشو خالی میکرد، بهتر از این بود که بره رشت یا دارالخلافه. کینه قجری ترسناکه. حکایت من و این سلسله و این شازده های قاجار مثل همون یک سال روزه گرفتن و آخرش با فضله سگ افطار کردنه. دور از جون آقا. همجده با یه تفنگچی یه گاریچی بفرست ولایتش. سفارش کنید به خودش و خانواده‌اش حسابی برسن. تا وقتی هم که سر پا نشده جیره و مواجبش طبق وعده بدن دست عیالش. چاش بابا. آقار بخیر رحمت. رفت و اومد به ولایت سید سلیم به کفایت هفت شبانه روز راه بود. چی شد که زود برگشتی پسر؟ اشتباهی من بود که فکر میکردم اسماعیل میشه با قول و زنجیر و دار و درفش نگهش داشت. از چنگمون فرار کرد. چی گفتی؟ گرفتن اسماعیل برام حکم آبرو و حیثیت داره. اسماعیل زیر سنگ رفته باشه یا مرغ آسمون شده باشه پیداش میکنی چت بسته بیاریش اینجا. همه ی رفاقتمون یه طرف، این کلمه هم یه طرف. اسماعیل و گلنار دیگه نباید رخ به رخ باشم. تمام. چشم آقا.
میفهمد. یه جلو، یه جلو. دلم میخواد فکرتو خورد کنم. سلام خانم گل. علیکی سلام. قشون کشی کردی پسر جان؟ خان حکم برگشت گلنار خانم داده. از دعای خیر شما خطر رفع شده. الحمدلله. پس دیگه فکر و دل تقی آسوده شده و دلنگران نیست. به آدمات بگو بیان شربت بهار نارنج درست کنم بدم بخورین جگرتون حال بیاد. ما که نمک پرورده ایم خانم. باید زود برگردیم. به گلنار خانم بگین حاضرشن لطفاً. صبح تاریک روشن یه تکه پا رفتم سر خاک دخترم برای فاتحه، برگشتم نبود، به همسایم سپرده بود خطر رفع شده برمیگرده امارت. عجب، اسماعیل فرار کرده برگشته. اگه بر نمیگشت عجب بود. کار دل با عقل و منطق جور در نمیاد، وگرنه اسمش دل نبود. به دل نمیشه گفت ببین و دل نسپار. بله با اجازه بری. اسماعیل.
سلام خانزاده. سلام، باز چی اومدید اینجا؟ تشریف بیارید، باید بریم امارت. خودم اومدم، خودم هم بر میگردم. شما برید امارت. شرمندم، دستور تقی خانه، باید بریم. سفتش کن، اسبشون رو بیار. لطفاً سوار شید. راه بیافتیم. رحمت دستشون بود. تا میرشکارو فراموش کنه زمان میبره. سخت نگیر بهش خواه. گلنار خانم اومدن. بگو بیا تو. کاش میدونستم کجای زندگیم چه هیزم تری به کی فروختم که اینجوری دارم تقاس میدم. هر صدا ندایی که به اینجا میرسه پیک بی آبروی منه، دختر تقی خان و قرتاس بازی با میر شکار، دختر تقی خان و پوشیدن رخت و لباس ندیمه، دختر تقی خان و اخراج آشپز باشی، دختر تقی خان و تفتیش خدمه و عمله مطبخ. من هیچ کار خطایی نکردم خان بابا. گفت و شنود با عمله و خدمه کار خانزاده است. زبون به دهن بگیر. دیدار مخفی با میرشکار تحت تعقیبم کار خانزاده است؟ فکر نکردی اگر اونجا کسی تو رو میدید که چشم انتظار اسماعیل هستی، چه قصه غصه‌ای برای همه ما میشد؟ کوس بی‌آبرویی ما رو همه جا میزدن. فکر آبروی من نیستی؟ به آبروی خودت فکر کن دختر. اون میرشکاری که شما ازش حرف میزنید الان توی قل و زنجیر توی راه ولایت سید سلیم. به چشم من نگاه کن و همه چیزو انکار کن. اگر اون پسره یاقی الان در راه تبعیده، تو کنار کلبش چیکار میکردی؟ این یه راز بین من و فیروزه که من باید نگهدارش باشم. لعنت بر من، لعنت بر من که هرچی میکشم از دست دل مهربون خودمه. پس کار فیروزه بوده؟ نه، فیروزه فقط تو عالم خواهری از من خواست که یه پیغوم برسونم به دست ایرج. منم رسوندم. پس آتش این خرمن از عشق و دلدادگی ایرج و فیروزه است. همین الان دستور اخراجشو میدم. ببینم از این به بعد یه کسی عشق و عاشقی یاد این دختر میده یا نه. نه، قصد و نیت من این نبود که فیروزه منو نمیخواد از اون دفاع کنی. فکر عاقبت کار خودت باش دختر. تقی خان مهربان بانو. امری بود خان. به این دختره فیروزه بگو اسباب وسایلشو جمع کنه، از این امارت بره به جایی که لیاقتشو داره. خان اونجا بره هر چی میخواد با ایرج دل بده و قلبه بگیره. بیچاره فیروزه. ای وای.
آی فیروزه، فیروزه کجا؟ وایسا ببینم کجا. به خدا اگه همین الان بارو بندیلتو نذاری زمین، یه چیزی به زبونم جاری میشه که خواهری چندین و چند سالمونو باطل میکنه. مسئول غضب خان بابا منم، ترک عافیتشم به گردن خودمه نه تو. دلم شکسته، من به دیده پدر نداشتم تقی خانو نگاه میکردم، انتظار نداشتم بدونه یه سوال جواب ساده خودش ببر رو بدوز و حکم اخراجم بده. بذار برم بیا اینجا بشین ببینم تا من برنگشتم از جا جم نمیخوری، فهمیدی؟ حکمی که صادر شده نمیشه دوتا کرد. دوتا کنم دیگه هنام اینجا رنگی نداره. دوتا نکن، حکم خفیف کن. تو حکم فیروز تخفیف ندید خان، برای منم مجازات تعیین کنین. مگه من نبودم که خبط و خطا کردم؟ مگه من پیغوم نرسوندم؟ مگه نرفتم دم کلبه میرشکار؟ خب منم باید مثل فیروزه مجازات بشم دیگه. تو به خیالت مداخله در امر ببخش و نبخش منجی کارت میشه. تو این فقره حق با تو گلنار خانم، عامل فتنه تو بودی، جرم به نام تو نوشته شده، جریمش هم خودت میدی، ولی کنار دست فیروزه. تو هم بارو بونتو ببند. تو این امارت خوشی زیر دل همه زده، میری کلبه خانم گل. خانم گل؟ اگه بنا باشه بنا که... شده، بس سلام. احساس و دلت گیر و گرفتار میشی، حتی لسان الغیب هم دیگه مدد رسان نیست. دیگه چاره ای نداری جز این که به شکت فائق بشی و تصمیم بگیری و دست به عمل بزنی. همون اندازه که میدونستم رفتنم از امارت به صلاح نیست، همون قدرم آگاه بودم که توان دل بریدن از میرشکار رو ندارم. میدونستم اوضاع و احوال خان بابا هم بهتر از من نبود و اگه سر این فقره کوتاه میومد دیگه توی امارت و این ولایت سنگ رو سنگ بند نمیشد. ولی خب نفسش به نفسم بند بود و حاضر بود دنیا نباشه اما من کنارش بمونم. گردونید
نگهش دار. رأی خان عوض شده، فقط فیروزه راهی میشه. حتی اگه رأی خانم عوض شده باشه، من نمیتونم فیروزه رو بعد یه عمر خواهری تنها بذارم. حالا که خان بابات کوتاه اومده، خیره سری نکن دختر. فیروزه چند سباهی میره کلبه خانم گل، بعد که برگشت دوباره کنار دست خودته. اگه فیروزه راهی بشه منم همراهش میرم. اگرم فیروزه توی امارت موندگار بشه همراهش میمونم. جز این حکمم چیزی از زبون خان بابا نشنیدم. از طرف من به خان بابا بگید که خوب دلتنگی و غربت دل دخترتو درمون کردی. همون دلتنگی و غربتی که گفت ابر غمشو نمیذارم بشینه تو آسمون دل دخترم. دخترم، چیزی که تو این 4 روز عمرت دیدی سپیده صبح بود، کو حالا تا شب تار. فیروزه، سوار شو بریم. حرکت کن. اگه همون روز اول نمیذاشتم اسماعیل قدم نحسشو به این ولایت بذاره، الان این همه ماجرا و بالا پایین کردن نداشتیم. رحمت و چند تا تفنگچی از دیروز دارن همه جا پیشو میگیرن، منتها چیزی آیدشون نشده. اهالی ده هم که هیچ کدوم راپورت نمیدن. یه سر این قضیه دل قلوه دادن فیروزه و ایرجه. مراقبت کن این پسره زغال فروش خط و ربطی با اسماعیل نداشته باشه. چند تا تفنگچی قبراق بذار همه جا مراقبش باشن. رو چشم دقیقان. بیا تو. یه نامه از رش برای خان اومده. از طاووس الملوکه. سرمولوکا آصف دارن میان اینجا. اونا که تازه رفته بودن. ظاهرن برای امر خیری میان. امر خیر؟ به مهربان بانو و میرزا رضا بگو مقدمات پذیرایی رو فراهم کنن. چشم. پس داریم نراه پیش. همون موقع که خط اول از دربار اندرونی رسید باید عذر تقصیر میخواستی خان. باید میگفتی گلنار شیرینی خورده کسی دیگه است. کف دستم رو که بو نکرده بودم.
از کجا میدونستم اونی که گلنار رو براش نشون کردن آصف میرزاست، اونی که پسندیده طاووسه؟ الان نمیشه همینو گفت. چی بگم؟ بگم بی خبر پس و پیش نشون کرده کیه؟ بگم میرشکار خوبه؟ هر کی غیر از آصف میرزا. اصلا من بگم، تو فکر میکنی طاووس الملوک باور میکنه؟ تو اونو نمیشناسی؟ شیطون درس میده، پشتر رو هوا نل میزنه، سر هر قضیه مو رو از ماس میکشه. الان هم اگه پا پیش گذاشته شک نکن میدونه گلنار چی میپوشه و چی ورد زبونشه. هیچ کس هوش و حواس اونو نداره. نمیشه سرش شیره مالید، نمیشه بهش دروغ گفت، نمیشه چیزی ازش مخفی کرد. الان چاره چیه؟ اگر گلنار مزه دهن طاووس و آصف میرزا باشه، چاره ای نداریم جز این که رخت سفید تنش کنیم و دستشو بذاریم تو دست آصف میرزا. یا غریب خراسان، اگر نه طاووس الملوک هم زندگی گلنار رو سیاه میکنه، هم عاقبت ما رو میکنه عاقبت یزید. همه سال نشستم به تماشای بزرگ شدن و قد کشیدنت، به انتظار چنین روزی میخواستم خودم لباس سفید تنت کنم و بسپارم دست بخت، اما نمیدونستم گلیمی را که سیاه میبافن تا آخری سیاه میمونه. مادر بسه بسه، شبو نداره این حرفا. حالا نه چیزی به داره نه چیزی به باره که روزه میخونین و ماتم عزا گرفتین. رنگ پریدگی و تیرگی پای چشما محو بشه، صورت به قواره گل یاس ظاهر بشه، رنگ سرخ نه روی لب نه روی لب. ابرو به قیاس کمان، چشم سرخاب و سفیداب و خال، هفت قلم آرایش مخصوص آرایش خواستگاری اعیان.